خب بچه های عزیز درود میگم به همگی، شبتون خوش باشه. امیدم اینجاست. امید یه درود بگو. درود بر دوستان عزیز. من باید مراقب بچه باشم. بچه داره پسر ما امروز خیلی شیطونی کرده. معمولا اسم ددر که میاد خوشحال میشه و میخنده و شاده. بیرون که هستیم همیشه خوشحاله، ولی الان فکر کنم شبه یکم کلافه شده، یکم هم اینجا فضا چون بسته است فکر کنم گرمشه، گرمایی پسرمون شدیدن و خلاصه خیلی داره غرغر میکنه. خلاصه بچه ها امروز میخوام کلن در مورد موضوع بچه صحبت کنم، یه مقدار در مورد قوانین اروپا، چون که میدونین اگه در جریان هستین که امید با یه خانومی اخیراً چند ماه پیش مصاحبه کرد، خانوم مهسا، که دیگه اگه مصاحبه هاش این خانوم رو شنیده باشین میدونین که چه اتفاقات تلخی برای ایشون افتاده. یعنی با جور کردن بهونه های خیلی علکی دولت دانمارک بچه ایشون ازشون گرفته، بدون اینکه این خانواده مشکلی داشته باشن یا مثلا اختلاف خانوادگی داشته باشن یا اعتیاد داشته باشن، بدون اینکه هیچ موردی این خانواده داشته باشه بچه‌شون رو گرفتن. و بعد از اینکه ایشون اومدن مصاحبه کردن، خیلی از کسان دیگه ای هم که همین اتفاق براشون افتاده بود و جرئت نداشتن که بیان بیان کنن، این جرئت رو پیدا کردن که بیان این صحبت رو رسانه ای کنن و سعی کنن که از حق بچه‌شون دفاع کنن، از حق خانواده‌شون، و بتونن بچه‌هاشون رو پس بگیرن. که من واقعا دعا میکنم که به خصوص خانم مهسا که خیلی خانم پرتلاشی هستن و واقعا برای هدفشون، برای خواستشون، برای بچهشون دارن تلاش میکنن به این خواستشون برسن. ولی غرض از صحبت این بود که من چون خودم در واقع به واسطه رشته‌ای که خوندم، به واسطه رشته تحصیلی که داشتم، بخشی از این قوانین یا قانون اساسی اتحادیه اروپا رو خوندیم، اینا رو میخواستم بیام بعضی از بخشاشو باز بکنم اینجا. یکی این که اول توضیح بدم که من خودم تو ایران دیپلم ریاضی فیزیک داشتم و لیسانسم مهندسی نرم افزار بود. بعد تو صورت که اومدم، چون که خیلی خیلی کم بوده معلم دارن، به خصوص تو رشته های پایه مثل ریاضی و فیزیک و شیمی و کامپیوتر و اینجور، یعنی دروس پایه، به خاطر همین فکر کردم که برم تکمیلیم و فوق لیسانسم و توی رشته پداگوگی بخونم، یعنی تو همون رشته کامپیوتر و ریاضی، تو همون، چون باید شما تکمیلی بخونین یه سری واحدا رو که بتونن به شما مجوز تدریس یا مثلا تربیت معلم یا یه همچین چیزی، مثلا آموزش پرورش به شما میده، که منم همون رشته رو در واقع خوندم برای تکمیلی، برای رشته خودم که برای تدریس ریاضی و کامپیوتر بود، همون رو تکمیل کردم بعد تو دانشگاه استوکن. و اونجا در واقع به خاطر رشته‌ای که می‌خوندم، بخشی از قانون اساسی اتحادیه اروپا که مربوط به آموزش پرورش و مربوط به قوانین مربوط به بچه‌ها بود، اونجا رو خب توی جزء واحدهای درسی بود که خوندم. که خب میدونین البته قانون اساسی اتحادیه اروپا مشترکه، یعنی یک قانون اساسی کلی اینا برای کل اتحادیه دارن که همشون موظف به رعایت اون هستن، ولی چیزای جزئیش رو، جزئیاتش رو و نحوه اجراش رو اینا رو خب بستگی به هر کشور، بستگی به فرهنگ و مردمش و شرایط اجتماعی که اون کشور داره خب متفاوته، ولی در واقع کلیات این قانون اساسی یکی هستش و اونایی هم که کشورایی هم که عضو اتحادیه هستن موظف به اجرا هستن. اولا یه مسئله ای که هست اینه که در طبق قانون، نه اینکه مثلا چون که حالا تو سوئد یا مثلا حتی دانمارک، فکر میکنم که از سوئد هم قوانینش یه مقدار عجیب غریب تره، چون تو سوئد هم من چنین موردی برخورد نکردم که بدون بهونه بیان بچه کسی رو بگیرن. و تو اسپانیا که اصلا، یعنی تو اسپانیا خب انقدر خودشون هنوز اونقدر توی نظم نوین جهانی و گلوبالیسم غرق نشدن که هنوز به هر حال خانواده تو اسپانیا ارزش داره، زاد و ولد هست. البته درسته که نسبت به سالهای گذشته
رشد در واقع جمعیتی اسپانیا اومده پایین، ولی باز هنوز مثل شمال اروپا نیستش که رشد جمعیتش رو منفی باشه که مجبور باشن مثلا بیان بچه های مهاجرین رو بدزدن. یعنی به اندازه کافی داره اسپانیا جمعیت که نخواد بچه کسی رو دست بذاره، ولی توی دانمارک گویا ظاهرا قوانین خیلی شدیدتر هستش. ولی میخوام این بحث رو باز بکنم که از نظر قوانین اتحادیه اروپا به چه شکل هست. اولا که ما یه واحدی توی سوئد گذروندیم به اسم اوتبیلنگس هیستوریا، خب یعنی هیستوریا یعنی اوتبیلنگ یعنی آموزش و هیستوریا هم که یعنی تاریخچه آموزش در سوئد، که توی این واحد درسی کلن همه یه تاریخ آموزش و پرورش سوئد که از چه زمانی آغاز شد، اصلا چه جوری مدرسه درست شد، تأسیس شد تو سوئد، بعد مثلا اول فقط مال قشر اشرافزاده ها بود و فقط یه خانواده های خاصی میتونستن بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن، بعد مثلا اوائل فقط برای پسرها بود، بعد کم کم برای دخترها فقط مثلا واحدهای خانداری و اینا بود، چطور شد خلاصه این پیشرفت کرد تا به این سیستمی که امروز تو سوئد هست رسیده. کل این در واقع هیستوری این اوتبیلنگ رو و آموزش پرورش رو تو اونجا توضیح داده و در اونجا توی این واحد درسی خیلی علنی میگن که بله در گذشته که جامعه به شکل سنتی بوده و مثلا مدل خانواده ها کشاورزی و دامداری و به این شکل بوده، بچه متعلق به خانواده بوده، یعنی بچه مال خانواده محسوب می شده و در واقع حالا به عنوان کمک به خانواده یا مثلا به هر صورت جزء چیزی بوده که بچه اختیارش و خانوادهش داشته. ولی الان خیلی علنی دارن میگن توی سیستم نوین، توی آموزش و پرورش نوین، بچه متعلق به خانواده نیست، یعنی از نظر قانون. یعنی همینی هم که الان شما بچه تو میتونی تو اروپا بزرگ بکنی، همین که ازت نمیگیرن باید بری لطف بکنی دستشون هم ماچ بکنی، چون که در واقع بچه جزء اموال دولت محسوب میشه نه جزء اموال خانواده. خب و حالا البته اونا نمیان به این شکل به شما بگن که اینو میرون اونا به شکل پرامی بیاسیه El patito está considerablemente caliente, ¿vale? Vale. Que ha cuidado atención. Hace un momento, man dariyayi, مثل همیشه با امیدم گوشتیه مثل همیشه. Ese está bien, pero no está caliente. Vale. Se lo puede tocar. Mal tu زیاد گرم نیست ولی مال من گرم. Muchísimas gracias. Buen provecho. Muchas gracias, señor. Ya, acceso. Iba a pegar la última film eso, ana. بچه‌هایی اول فیلم اول غذا ها رو امید فکر می‌کنم البته بچه غذا خورده تو خونه ماهی بشه، ولی باز ما از ماهی من بهش بده. خب من حساب بزنم که بعد غذا بکنم. نه صحبت هم این بخش رو تموم بکنم بعد. خب داشتم میگفتم که در واقع این رو عنوان میکنن که بچه متعلق به دولته و اینو چیز بدی هم نمیدونن و خیلی هم راحت میان میگن که بله بچه متعلق به دولته و خیلی هم مثبته که این بچه متعلق به دولته و دولت براش هزینه میکنه و فلان از این حرفا. اما به هر حال نتیجه این کار چی هستش؟ نتیجه این کار اینه که دولت‌هایی که کمبود جمعیت دارن و حتی با مهاجرپذیری هم نمیتونن اون کمبود جمعیتشون رو جبران بکنن، مثلا دولت دانمارک میارن دست میذارن روی بچه های مهاجرین که مثل همین مورد که خانم مهسا اصلا بچه‌شون، تو میدونی در اتحادیه اروپا مثل آمریکا نیست که با متولد شدن توی اون خاک بچه شما پاسپورت اون کشور رو بگیره، این قانون مال آمریکاست، توی اروپا چنین چیزی نیست. بنابراین بچه ایشون وقتی که پدر و مادر سیتیزن اون کشور نیستن، سیتیزن دانمارک نیستن، بنابراین بچه هم حتی اگه توی دانمارک متولد شده باشه سیتیزن دانمارک نیست و دولت دانمارک هیچ حقی نسبت به این بچه نداره، ولی باز با این حال اومده این بچه رو از خانواده جدا کرده به بهونه‌های مختلف. چرا؟ چون اینها میخوان نتیجه این قانون اینه که در واقع دولت‌ها
بچه رو مثل یک پاپت، مثل یک طول سگ، ببخشید این واژه رو میارم، ولی واقعیتی که اجرا میشه. ولی واقعیتی که اجرا میشه، سیستم مدارس به شکلی هستش که اون چیزهایی رو که میخوان به بچه آموزش میدن و بچه باید با اون سیستم بالا، چون میدونید بچه یک سیستمی داره که با یعنی آموزش پذیره. هر جوری که شما از روز اول این بچه رو آموزش بدی، توی بزرگسالی با همون طرز تفکر رشد میکنه و بالا میاد. و برای همین دوران مدرسه مهمترین چیزه برای دولت‌های اروپایی که بتونن بچه رو با اون طرز تفکری که خودشون میخوان مغزشویی کنن. حالا جالبه، توی ایران همه فکر میکنن که، مثلا من خودم توی ایران بودم همین فکر رو میکردم، آی مغزشویی اسلامی میکنن، نمیدونم چقدر ما قرآن و حدیث بخونیم، چقدر فلان. بله اینا هست و متاسفانه هنوز ایران نمیدونه که چه جوری باید این چیزا رو انقدر با نوحه و با قرآن و نمیدونم این چیزا میکنه که مثلا بچه‌ای که حالا تو سن کم زده میشه، اصلا دوری میکنه از اینکه این همه عربی و نمیدونم هی حدیث حفظ کن، قرآن حفظ کن. ولی تو اروپا چنین کاری نمیکنه، با تفریح، با یه جوری چیز، مثلا من بهتون بگم، تلف کردن وقت بچه با سرگرمی، با یعنی آموزش تو مدارس اینجا همش مثل سرگرمیه. و چون میگم من خودم توی سیستم بودم، به هیچ عنوان بار علمی این مدارس به بچه ها نمیده، به هیچ عنوان. یعنی من خودم که میخورم، من خودم که مثلا در واقع ریاضی تدریس میکردم، بچه یه کلاس نهم من، شاگرد کلاس نهم من، یه جدول ضرب ساده رو بلد نبود، ولی اصول دموکراسی و نمیدونم قانون اساسی و نمیدونم این چرند پرندای نظم نوین جهانی رو از بر براتون حفظ بود. خب اینا تنها چیزی که به بچه یاد میدن سوئدی بودن یا دانمارکی بودن، یا بهتر بگم در کلی بخوام بگم گلوبالیست بودن رو توی مدارس تدریس میکنن. و ساعتی هم که بچه توی مدرسه میگذرونه، مثل یه بزرگسال، 8 ساعت در روز، 8 صبح میرن تا 4-5 بعد از ظهر، و اون وقت هیچی هم یاد نمیگیرن، نه فیزیک درست حسابی، نه ریاضی درست حسابی، یه جدول ضرب تا 9 کلاس اینا یاد نمیگیرن، فقط همین چرت و پرتا، مغزشویی ها، جنگ جهانی دوم، نمیدونم هیتلر بد، نمیدونم اون خوب، این بد، دموکراسی خوب، این چیزا فقط چیزایی که صبح تا شب روزانه برای بچه ها تو مدرسه تکرار میشه. خب بچه ها، موضوع بحث تا اینجا نگه میدارم، حالا خیلی زیاده. مثلا یه واحدی مثلا داشتیم که چطور اعمال قدرت بکنه، اصلا یک کتابی داشته به اسم اعمال قدرت مهربانانه که در اونجا یاد میداد که چطور شما به یک نفر، حالا به بچه یا بزرگسال، یه چیزی رو بفهمونی بدون اینکه مثلا دولت ایران بیای خشونت به خرج بدی یا با روش تند و ضربتی بیای اینو، و خیلی با روش نرم بیای از بچه مغزشویی کنی، کاری کنی که اون چیزی که شما میگه قبول کنه. حالا در مورد واحدهای درسی دیگه با صحبت میکنم، فعلا بریم آره شامو بخوریم. ولی کلیت داستان اینه دیگه، حالا یه دولتی مثل دانمارک انقدر کم بوده جمعیت داره که میاد از این قانون سوء استفاده میکنه برای که مثلا بچه ها رو، یعنی در واقع نیروی کار بگیره برای خودش، برده های گوشتی که اونطوری که میخواد بار بیاره بچه رو، که بزرگسالی همون کاری رو بکنه که اون دولت میخواد. یه دولتی هم مثلا مثل دولت اسپانیا انقدر خود زاد و ولد داره که نیازی نداره مثلا که مهاجر بگیره یا اصلا دست بذاره رو بچه کسی. خلاصه این داستان ها زیاده بچه ها تو اروپا، باز با هم در مورد اروپا و قوانین مختلف، حالا در مورد بچه ها بزرگسال ها فلان اینا صحبت میکنیم. خیلی خب فعلا. دوستان عزیز درود میفرستیم، لچه لچه هم گرفتیم، اونجا نمیتونستیم بشینیم دیگه، آقا ولی عهدمون دیگه تو جای بسته خود اعصابش خرد میشه، اومدیم بیرون نشستیم با خانوم. خب در مورد آموزش ببین یه سوال، تو از ایران چیز شدی بعد که توی سوئد بودی، گفتی که من نمیذارم بچه‌م مثلا یه جورایی تو سوئد درس بخونه اینا، حالا میذاری تو اسپانیا درس بخونه؟ آره فرق کرده. یه مقدار بحث جدی رو صحبت کردم اونجا که نشسته بودیم، نگفته یه وقت، ولی حالا یه سری مسائل دیگه، حالا غیر از اون بحث‌های خیلی جدی،
یکم هم شوخی، البته این هم شوخی نیست واقعا، اینا هم خیلی جدیه، ولی خب نه به اندازه اون چیزایی که اونجا صحبتشو کردم براتون. یکی از مسائلی که تو سوئد مثلا خیلی بر من عجیب غریب بود و اصلا دلم نمیخواست بچم اونجا باشه، سرمای هوا که وحشتناک روی مدارس و بچه ها تأثیر میذاره شدید، چون دیگه اصلا تقریبا 9 ماه 10 ماه سال یخه، یخ بندونه. آره حالا از بحثای خیلی خیلی جدی که بگذاریم، یکمی البته اینا هم جنبه شوخی نداره، اینا هم اتفاقا خیلی جدیه، ولی خب دیگه یعنی زیاد جدی گرفته نمیشه توی سوئد. یکی بحث سرماست که خب همونطور که رو بزرگترها تاثیر میذاره رو بچه هم تاثیر میذاره دیگه. بعد مثلا من خودم تو سوئد که بودم، خب اونجا میگفتن ویکاریه، ویکاریه یعنی مثلا خب من دانشجو بودم، خب وقت اضافیمو مثلا به عنوان یک معلم جایگزین مثلا میرفتم برای دوره های مختلف، حالا از دبیرستان بگیرش تا به پایین دیگه، مثلا از دبستان تا دبیرستان همه رنجای سنیو تدریس کرده بودم، سرشون بودم. بعد بچه های کوچیکتر که اصلا باید 2 تا 1 ساعت و نیم این بچه ها رو میبرن بیرون، یعنی 2 تا 1 ساعت و نیم یعنی 3 ساعت تو اون سرما، تو اون برف، تو اون سرما، تو اون برف که میگم 10 ماه از سال اونجا برف و سرماست، حالا یه 2 ماه هوای همچین آفتابکی در میاد. چیزی که خیلی اونجا موده 24 ساعته بچه ها این بادگیرای سر هم یه سر تنشونه و با همونا میرن تو گل و شل و با همونا میان خونه و با همونا سر کلاس میشینن و خلاصه این گل و شل و دائم با خودشون همه جا میبرن و سرما چنانه که بچه ها واقعا مثلا بعضی یه پسر سوئدی من داشتم که این اصلا سنگ تفریح حاضر نبود، چون از اون یه مقدار از اون فیسبالاها و بچه پولدارای سوئدی هم بود، میگفتش که من تایلند رو دوست دارم، اونجا همیشه آفتابه، ما همیشه تعطیلات میریم. اصلا زنگ تفریح حاضر نبود از کلاس بره بیرون، میگم من برای چی باید 1 ساعت و نیم مثلا بلند شم برم اینجا یخ بزنم؟ این بچه ها حالا ما که بزرگ بودیم، من که بزرگ بودم سگ لرزه میزنم، یعنی دیگه من که فقط معلمی که مثلا تقسیم میکردیم 2 تا از معلمان بیرون وای میستادن که مثلا مراقب بچه ها باشن که حالا با هم دعواشون نشه چه میدونم فلان، مایی که بیرون وای میستادیم دیگه من نوک پاهام دیگه اصلا دیگه منجمد میشد، داشت قطع میشد. این بچه ها تفلکی ها، صورت ها، لبو، همینجوری آب از چشم و بینی و همه چی میاد. بعد این بچه ها دیگه اصلا دارن قندیل میبندن، ولی باز طبق قانون میگن 1 ساعت و نیم فقط وقت بچه تو این سرما تلف بشه. اون وقت بهونه چیه؟ بهونه اینه که بچه باید به هوای اینجا عادت کنه. البته خب همین هم میشه دیگه، وقتی بزرگ میشه همون یخو میشکنن میرن تو آب اون شنا میکنن. و مثلا اون مهد کودک ها، یکی از دوستامون تعریف میکرد که اونم تو دانمارک بود، بچه ها رو همینجوری تو مهد کودک قنداق پیچ میکنن، به جای اینکه بزنن تو اتاق بخوابه بچه رو میذارن تو بالکن تو بیرون بخوابه زیر برف. خب آخه یعنی واقعا آدم، من وحشت میکنم مثلا بچه‌ام توی همین شرایطی. ولی ما یه بار که اتفاقا اومدیم اینجا توریستی اومده بودیم، ولی یه جوره تحقیقاتی هم اومده بودیم که رفتیم مدارس اینجا رو دیدیم، اگه یادت باشه خیلی خوشم اومد. اول شما نازنین میخواست اینجا معلم باشه، مثلا اومد صحبت کرد با چند تا مدرسه که معلم باشه. آقا ولیعهد قشنگ مثلا بدون اینکه نیاز باشه صد لا بپوشن میرن و بازی میکنن و تو فضای بیرون فضای داخل. و یه چیز دیگه، سطح تحصیلی واقعا وحشتناک. یادت باشه من اولین بار که اومدم اینجا رفتیم، پارسال اول سال تحصیلی بود که پیرارسال اول سال تحصیلی بود که رفتیم، من دیدم گونیا و پرگار و نمیدونم اینا، اصلا ذوق کردم به خاطر اینکه منی که معلم کلاس نهم یعنی بچه ها فارغ التحصیل میشن دیگه، آخرین سال تدریس اجباری توی سوئد، منی که معلم سال نهم بودم اصلا نه بچه ها خدکش، نه پرگار، نه نقاله، نه گونیا. خیلی مهمه اینو که داری میگی، اصلا یعنی سطح ریاضی انقدر پایین بود، دارم میگم بچه کلاس نهمی جدول ضرب و حفظ نبود هنوز، انقدر سطح ریاضی پایین بود که اصلا کار به نقاله پرگار نمیرسید.
حالا در صورت خیلی نکته مهمی ها، خیلی مهمه که مثلا شما بچه رو 8 ساعت در روز بفرستی مدرسه، آخرش جدول ضرب یاد نگیره، خب چی یاد میگیره این بچه؟ همین ببخشید چرت و پرتای نمیدونم گلوبالیست رو میکنن تو مغزش دیگه. بعضی بس با این حرفا چرا مخالفت میکنن؟ بعد حالا مثلا حقایق رو مثلا چرا منکر میشن؟ نمیدونم، حالا بعضیا مثلا میگن که ما به خاطر بچه‌مون اومدیم. آخه بابا شما حداقل تحقیق کن. هست دیگه، شما برو تو اینترنت بزن، حالا اگه الان که دیگه بابا با گوگل ترنسلیت خیلی ساده شده، شما بزن مثلا چارت تحصیلی مثلا سوئد، کلاس پنجم دبستان سوئد، ببین چارت تحصیلی چی به تو میگه، چه سطحی از ریاضی باید این بچه بخونه، چه سطحی از فیزیک باید بخونه. اصلا واقعا خنده داره نسبت به اون سطحی که مثلا ما تو ایران تدریس میکنیم. حالا البته تو ایران هم الان مثلا که خیلی دیگه چیز شده، تغییر کرده نمیدونم، ولی نسبت به زمان خودمون دارم مقایسه میکنم. یعنی وقتی بچه 8 ساعت میره، باید بچه پر از انرژی نیروی یادگیریه. یعنی اگه از اون انرژی برای یادگیری بچه شما استفاده نکنی، بچه خب تلف شده دیگه. تلف میشه دیگه، اصلا بچه امیدش رو از دست میده. مثلا من یه مورد داشتم، یه پسری بود که سیاپوس بود، فکر کنم مال سومالی یا اریتره، الان درست یادم نمیاد. این بچه خیلی باهوش بود، بسیار باهوش، و بعد مثلا یه مسئله که هست اونجا، همه بچه‌ها توی یه کلاس میشینن، یعنی هیچ به هیچ عنوان جدا سازی نمی‌کنن که مثلا بچه مثلا تیسوشو به اصطلاح بفرستن یه مدرسه یا یه کلاس جدا براش بذارن. این بچه بسیار تیسوش بود و سطح چیز این بچه رو افسرده نمی‌کرد. یعنی فکر می‌کردن که مثلا هر سوالی من می‌کردم این سری جواب میداد، و بقیه حالا تازه به خاطر اینکه موبایل آزاد بود 24 ساعته، یا موبایل دستشون بود، یا اینجوری بازی می‌کردن، یا موزیک می‌ذاشتن، یا دخترا اکثرا داشتن توی کلاس آرایش می‌کردن، ماتیک می‌مالیدن، و مثلا این یه دونه بچه اونجا می‌خواست ریاضی یاد بگیره، و خب معلم مجبور طبق سطحی که مثلا حداقل رنج میانگین بچه‌ها میرن دیگه، و انقدر سر و صدا بود و معلم این قدرت رو نداشت که بچه رو ساکت بکنه توی کلاس، چون اصلا میدونی که زیر 18 سال اصلا اگه شما بهش بگی بالا چشت ابرو با ویلا میدونی. و اون معلم نه تو پلیس هم دیگه، وقتی پلیسش قدرت اجرایی نداره دیگه، وای به حال معلم سر کلاسش. و انقدر چیز بود، و اون دو سه تا شاگردی هم که حالا معمولا توی یه کلاس بچه های درس خون و مثلا تیسوشی عذاب در میان، اونا هم فرصت ازشون گرفته میشه، افسرده میشن، اون فرصت پیشرفت بهشون داده نمیشه، و این سیستمیه که توی سوئد هستش. دوست داری بچه هتونجا بزرگ شه؟ نه دیگه فرار کرد. مالا فراری دادن. نه فراری دادن. نه بینیم بعد عزیز دیگه برحال برای بزرگ سالش. نه منظور این که به خاطر اونایی میگم که چی میگه که به خاطر بچه‌مون اومدیم. خیلی حرف مزخرفیه. هر جور به خاطر بچه‌مون اومدیم. حتی بچه های مهاجرین هم من داشتم، چون یه کلاس از بچه های ایرانی و افغانی بودن که مثلا تازه وارد بودم، من به خاطر اینکه فارسی صحبت میکردم و سوئدی، این کلاس رو به من داده بودم، و این بچه ها و چند تا سوری هم حتی داخلشون بودن، و این بچه ها یه پسر سوری بود انقدر باهوش بود، و مثلا من این چیزایی که تدریس میکردم میگفت بابا اینا رو ما اول دوم دبستان خوندیم. مثلا این بچه افسرده شده بود اصلا اومده بود. یا یکی دو تا پسر ایرانی داشتیم که مثلا سر کلاس فارسی مادر پدر میگفتن باید تو بری که مثلا فارسی یادش نره. بعد مثلا بچه میرفت، چیزی که بهش یاد میدادن مال مثلا بچه کلاس پنجمی و مثلا در حد فارسی اول دبستان هم نبود. میدونی خب این بچه سرخورده میشه، افسرده میشه از دوستاش. حالا فارسی قابل توجیه، چون مثلا اینجا سوئد، مثلا قراره همه درس ها رو به سوئدی بخونی، حالا فارسی. نه این شعارهای مگه نمیگن که اینجا همه زبان ها تدریس میشه فلان. آره. اصلا چه چیزی این شعارها که چرنده، این شعارها که زبان مادری و نمیدونم اینا، که اصلا شوخیه. یعنی این شعارها که اگه مش عقب افتاده هفته ای یک ساعت و سطحش انقدر پایینه که اصلا بچه ها دلشون نمیخواد برن بشینن سر این کلاس مثلا چه میدونم فارسی یا عربی یا هر چی مثلا یاد بگیرن. انقدر
سطح تدریس ها پایینه و بعد از ساعت مدرسه یعنی 8 صبح تا 4 بعد از ظهر انرژی بچه رو با این چرت و پرتای نمیدونم دموکراسی این نمیدونم این خوب اون بد تلف میکنه، بعد 4 بعد از ظهر تازه بچه رو بفرست سر کلاس فارسی، خب چی میخواد یاد بگیره دیگه این بچه؟ نه این چیزا همه شعاره و این داستان واقعیت. حالا دیگه اون این از اروپاشه، آمریکا که دیگه اصلا همون حتی امنیت هم نیست. حالا در اروپا حداقل اون امنیت ظاهریه هست که هم حتی اون امنیت هم مثلا الان دیگه نیست، یعنی حتی چاقو کشی و اینا هم موردایی داشتیم که تو سوئد انجام شده، ولی مثلا اعتیاد، سیگار، الکل، نمیدونم انواع اقسام چیزا رو من خودم تو مدرسه ها دیدم. حالا ولی غیر از اینا همه این چیزا که بگذریم، مسئله امنیت جانی هم هست که اون که دیگه تو آمریکا دیگه رو هواست، بچه تو میفرستی مدرسه معلوم نیست شب برگرده یا نه. من یه پیام بازرگانی وسطش بدم؟ بده. پیام بازرگانی اینه که تا اینجا اگه صحبتای بانوی گرامی منو شنیدی، چه دوست هستی چه دشمن پیگیر، از خودت دوباره میپرسی که خب اگه اونجا خوب نیست چرا برنمیگردی ایران، چه دوستی چه دشمن، برنامه رو قطع کن برو، یه سرت هم به دیوار بکوب، چون 6 7 ساله این جمله مسخره رو میگید. ما معذرت میخوام رک بگم، سگ محل میکنیم، کار خودمون رو داریم میکنیم و محلی هم بهتون نمیدیم. این یه پیام بازرگانی بود که چون خیلی میدونن اینا برهم این ادامه صحبت پیام بازرگانی دیگه من می‌خواستم بهتون بگم اصلا کاری نداشته باشیم من راست میگم یا دروغ میگم. شما اون دوستتون یا اون فامیلتون که خیلی داره تعریف تمجید میکنه اونو بریز دور، حرفای منم بریز دور، اگه میخوای بیای سرتو ننداز، بگو هر جا باشه من میرم، فقط از ایران برم، تحقیق کن حرفی که من میزنم، تحقیق کن، برو خدا رو شکر سایت تمام مدارس و دانشگاه اینا همه هست، برو تحقیق کن ببین که چقدر از حرفای من درسته. مدارس سوئد همون گوگل ترنسلیت کنی به سوئدی بخونی شرط ببینید ماما همین خیلی خود سوئدی ها خیلی خبر میزنن. من نمیدونم چرا ایرانی ها جبهه میگیرن، خود سوئدی ها خودشون میدونن که چقدر وضعیت خرابه، ولی مهاجرا نمیدونن چرا ایرانی ها انقدر خودکشی میکنن. و آره و یه ادم هستن که این وسط میان توجیه میکنن، امید بعضی هم هستن که توجیه میکردن، میگفتن که نه اینجا پر از امکانات پر از فلان، آره تمام این امکانات، آره دفتر دستک هست مثل بیمارستاناشون، یک عالمه دستگاه و تجهیزات و مثل ارتش آمریکا میمونه، پر از وسیله هست ولی کسی نیست که ازش استفاده بکنه. امکانات بدون در واقع پشتبانه اجرایی به درد هیچی نمیخوره، شما هزار جور تجهیزات داشته باش ولی وقتی که تدریس نمیشه، وقتی که استفاده نمیشه، فایده نداره، بریز تو سطل آشغال، میدونی؟ و وضعیت سوئد به جای رسیده که حتی با وجود اینکه خیلی کم بود در معلمی هستش، کسایی که مدرک معلمی دارن مثل خود من حاضر نیستن توی مدرسه کار بکنن، خیلی به خاطر همینم اینقدر کم بود هست، طرف درسش هم خونده ولی حاضر نیست وایس تدریس کنه. چرا؟ چون وضعیت مدارس اینقدر خرابه که معلمان نمیتونن طاقت بیارن توی اون سیستم. بچه پسره که ما خیلی داره شیطونی میکنه و من دیگه باهاتون بدرود میگم فعلا، امید رفته بغلش کنه. حالا در مورد مدرسه و سیستمای دیگه باز با هم صحبت میکنیم، فعلا باهاتون بدرود میگم.